الو سلام، متشکرم، سلامت باشید، خیلی ممنونم. بله بله، شرکت تلاشکاران تهندسی لیان، قربان شما. بنده جوکار هستم، در خدمت بودم. آدرس ما بوشهره، بوشهر بندرگاه، روبروی اسکله دوم تقریبا. مایی تازه دارم، مایی تازه بودا شوریده، حلوه سفید، بودا مایی بودا مایی تازه دارم، مایی تازه هیچ خبری نیه امرو کسی مایی نمیخره با امرو بودا مایی دریا میرفتم، جاشو بیدم دیگه خرابه. یه روز بنزین نمیفهمیم. امروز هم خب موتور خرابه. بعد سر کار خودمون. کارو دریا دیگه همین. ببینیم اشتباه خونه، ببینیم چه میخواد. همیشه دلم می‌خواست یه کار تولیدی نیست خودم داشته باشم. ولی خب نمی‌دونستم دست به چه کاری بزنم. چطور خواب؟ باز تو فکری؟ با تو نما؟ مرد؟ نمیفهمم دیگه چه بکنم. یه روز دریا خرابه، یه روز معینی دیگه از این کارا که خسته شدم. خب یه بریم مثل پارسال حلوه خرمایی بفروشیم. حلوه خرمایی درست کردیم، یه طرف معی میفروختیم، یه طرف هم حلوه. تو کیچا هم داد میزدیم ای موی موی، یه طرف داد میزدیم ای خورما خورما. خودت تازه که آوردم، خودت ماشاءالله. برادر زنده باشی، لطف داری، خیلی خوش آمدی. موی تازه دارم، موی تازه با معلوی سفارشیه، مال بوشهره. آه خونگیه. حالا بعد که دریا دیگه گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ حالا خرما حلوایی و خرما حلوایی درست کردیم و اینا کار کردیم. اول تو خونه اومدیم یه سری خرما بسته‌بندی کردیم، بعد رفتیم خرما حلوایی درست کردیم، خرما حلوایی بسته‌بندی می‌کردیم، می‌فروختیم. دو سه تا مغازه بود می‌دادیمشون، اینا می‌فروختن. سیم می‌رفتم روستا از نخلدارا خرما می‌خریدم می‌آوردم خونه. می‌دادم خانم امی، زنه همسایه‌ها نمی‌شستن دور هم خرما پاک می‌کردن. بعد خرما حلوه می‌ساختیم. خلاصه کم کم کارمون گسترش دادیم، توسعه دادیم. از روز اول تو فکری بودیم که یه طعمی تولید بکنیم، یه طعمی از خرما داشته باشیم که همه ازش لذت ببرن، بتونن استفاده بکنن، خوششون بیاد، مخصوصا بچه‌ها. این بود که رفتم طرف جاد، رفتم پیش یکی از کارشناساشون، بهش گفتم که میخوام کارم توسعه بدم، به هر حال میخوام دستگاه بخرم. تو چیزی که تو ذهنم بود میخواستم انجام بدم توضیح دادم. متناسب است با شعار سال با سال حمایت از تولید و کالای ایرانی. عکس نسبت به گذشته فرایند تسهیل شده، یعنی ما اینجا هم پنجره واحد رو داریم، هم بحث مراجعه به نظام مهندسی رو داریم، هم مدیر صنعت کشاورزی. شما میتونید طرحتون رو ارائه بدین، اگه زمین از خودتون هست یا زمین قراره بهتون واگذار بکنن، در هر دو تا موردش میتونید مراجعه بکنید و کارتون خیلی هم به راحتی انجام میشه. در بحث استفاده از تسهیلات فرایند خیلی روالش تسهیل تر شده و همکاری خوبی داره صورت میگیره. چرا بگید مراجعه بکنم؟ خدا را شکر.
با کمک جاد هم تونستم وامون بگیرم هم شرکت تأسیس کنم. وام که گرفتم اومدم یه چند تا دستگاه خریدم. آقا سلام. حال شما خوبه؟ انشاءالله سلامت باشین. خیلی ممنون. زنده باشی. خواهش می‌کنم. ما بریم این خرما با هم ببینیم. بابا بیلی خدا. بفرمایید. مقدار خرما. اینم خرمای شما جناب جوکار. نگاه کنید. ما نهایت تلاش کردیم که دست شما در نکنه. چیز خوب باشه، چیز با کیفیت. نه خوب الحمدلله عالی. دادی به عالی. عالی. دست شما در نکنه. دستگاهم که اضافه کردم. به هر حال نیاز به کارگرم هم اضافه کنم. از اول نیتم بود حقیقت اگه بخوام نیرو بگیرم و بحث اشتغال بشه و بتونیم توسعه توی کارو بدیم، حالا چند نفر مشغول به کار بکنیم، یه بس زنان سرپرست و خانوار یا اونایی که نیاز دارن واقعا بیان مشغول به کار بشن. من قبلا پرستار بچه بودم، از بچه‌ها نگهداری میکردم، تو خونه ها کار میکردم. همه ما که اینجا مشغول کار هستیم یه جوری سرپرست خانوار هستیم. این مجتمعی که راه افتاد اومدم سر کار و به لطف خدا و با کمک آقای جوکار اینجا مشغول به کار شدم. قبل از اینکه بخوایم اینجا بیایم مشغول کار شیم هیچ گونه درآمدی نداشتیم، تا اینکه متوجه شدیم در این کارگاه استخدام میکنن از خانم هایی هستن بیشتر که سرپرست خانوارن، درآمدی ندارن. با درآمدی که در میام هم اجاره خونه میدم، هم خرج خونه میکنم، هم بچه‌م در دانشگاه فرستادم، دخترم جایزه دختر جور کردم. الانم شکر خدا از زمانی که اینجا اومدیم مشغول کار هستیم، درآمدمون خوبه، میتونیم بگذرونیم زندگیمونو. اینجا ما کارم آقای جوکا راهنمایی میکنه چه کاری انجام بدیم چه کاری انجام ندیم و به نفع اصلا کارمون انجام بدیم. بعد ازم خدمتتون در رابطه با مغز کردن و خرما رو یه جوری مغز کنین که مثلا یه مغز بزرگ نره وسط این خرمایی که کوچیکه، یه جوری شکل بهش بدین، یه مرتبش بکنین، زیاد کشیدهشون نکنین، کشیده بشن زیاد توپل مپل بشن که زیر دستگاه در بره. مثلا مثل این دستگاهمو که اضافه کردیم خدا را شکر خیلی خوب شد. بعد کم کم توسعهش دادیم، کارگرامو بیشتر کردیم، کارگرای بیشتری گرفتیم، بعد کم کم طعمای دیگه تولید کردیم اضافهش کردیم، خدا را شکر خیلی خوب شد. از لحاظ طعم و کیفیت محصول خیلی خوبی شده بود، همه هم دوست داشتن. ما به هر کسی این محصول میدادیم صحبت از کیفیتش، صحبت از طعمش میکرد، صحبت از بسته‌بندیش میکرد، خیلی خوشنود بود. خدا را شکر ما یکی دو تا کشوری که مثلا عربستان و امارات اینا نمونه محصول ما رو تولید میکردن، ولی خب نه با اون تنوع طعمی که ما داشتیم. تنوع طعمی که ما داریم، این کار اصلا کلا برای اولین بار تو جهان انجام شد، یعنی خرما شکلاتی با طعمهای میوهی باشه و بچه ها دوست داشته باشن نبود، چون هدف و نیت من این بود که این محصول هم بچه ها بتونن استفاده بکنن، هم کسایی که حالا بزرگتران بتونن استفاده بکنن. خدا باشه تو همه سنین ما استقبال داشتیم برای محصول. هر حال خوشحالم که تونستم تو زمینه کارآفرینی و اشتغال نقشی داشته باشم و بتونم یه عده‌ای رو مشغول به کار کنم. از طرفی هم چون محصول نو بود، محصول جدید تولید شده بود، خب به گوش مسئول رسید، خدا رو شکر خب استقبال هم کردن از این موضوع. فرماندار محترم زحمت کشید با
هیئتی همراهش بودن، از برمداری اومدن، استاندار محترم اومدن و واقعا خوششون اومد از هم محصول، همین که ما توی کارگاه کوچیکی تونستیم یه محصول اینجوری تولید بکنیم و که بتونیم صادرات هم داشته باشیم، استقبال خوبی شد. بران خوشحالم از اینکه تونستم به شعار رهبری که حمایت از تولید و کالای ایرانی بود جامعه عمل بپوشونم.